پیداش کنم. بریم سراغ مثلا یه اچوان دارم، برم با فونت آشنا بشم. هلو ورلد. امروز میخوام سایت فارسی هم طراحی بکنیم با هم دیگه. خب توی این صفحه که در واقع سایت سی اس اس در واقعش وصل هست، من استایلاش رو پاک میکنم و کنترل و میام اینجا اچوان رو شروع کنیم بهش مقادیر دادن. خب ما دیگه با کالر آشنا شدیم، مثلا من میتونم کالرش رو عوض بکنم، مثلا بذارم این رنگی و Alt F2 هم بزنم و Alt F2 هم بزنم خروجی ها رو ببینم. خب منتظر بشم تا این خروجی رو برگردنم. یعنی این رنگش رو در واقع اومد چیکار کرد؟ عوض کرد. خب یکی از مقادیری که با فونت هم میشه کار کرد. حالا بریم سراغ در واقع فونت. خب ما فونت سایز داریم، میتونیم در واقع سایزش رو مشخص بکنیم. اینه مقادیری که اینجا هستش، مثلا لارج مقداری هستش که خودش گذاشته، اگر استفاده نمیشه واقعا، ولی خب حالا میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا مقدار فونت سایزش بوده 2 ایم شده لارج. حالا لارج چه مقداری هست بس سرچ بکنید تو اینترنت ببینید چنده. مثلا فکر کنم 18 پیکسل یا 20 پیکسل باشه یا لارجر به این صورت، مثلا یه ذره بزرگتر باشه ایکس لارج مثلا بشه اینقدر دیگه، ایکس ایکس لارج مثلا 2x لارج میشه مقادیری که هستش. واقعا استفاده میشه؟ نه من ندیدم. مثلا سمال ایکس سمال در واقع به این شکل میتونین از این مقادیر استفاده کنم. مثلا بیاد بگیم میدیوم میخوام وسط باشه، مقدارش در حد 12 پیکسل، یا سمال بیاد 8 پیکسل سمالر مثلا تقریبا بیاد همون مایه ها میشه ایکس سمال کوچیکتر 6 و ایکس ایکس سمال فکر کنم میشه هلوش 4 دیگه به این حالت بسن میشه. خیلی دیگه ریز میشه این مقادیر رو شما میتونید داخلش استفاده بکنید. خب آیا استفاده میکنیم؟ نه خدا وکی من که استفاده نمیکنم. حالا دیگران اگر استفاده کنن اوکی مشکل نداره، ولی ما میتونیم از هم پیکسل در واقع استفاده بکنیم. در واقع اگه بیام کامنت بذاریم اینجا هم میتونید از در واقع پیکسل استفاده بکنید که مشخص پیکسل به چه صورت هستش، یا بیایید از ایم استفاده بکنید، یا در واقع هر 16 پیکسل میشه یا ایم میتونید ازش استفاده بکنید. درصد اینا دیگه توی این واقعا استفاده نمیکنیم. ما میام اینجا به طور مثال من میذارم 20 پیکسل و دیگه مقدار H1 مقدار چی خواهد بود؟ 20 پیکسل خواهد بود. و اگر بیاید روش دیگه اینجا سلکت بکنید مقدار رو، میبینید که 2 ایم نیست. چرا؟ چون در واقع من اومدم تغییرش دادم، من مقدار 20 پیکسل رو گذاشتم. اگر به طبیعتم بذارم 40 پیکسل، یه موقعی شما در واقع PSD که بهتون میدن اضافه میبینید مثلا هدینگی که گذاشته مقدار 40 پیکسله، میره رو فتوشاپ روش کلیک میکنه میبینید زده 40 پیکسل. خب شما دیگه نمیاد اینجا از بای دیفالتش استفاده بکنید، بذارید همون مقدار قدیمش بمونه، میاد اینجا 40 پیکسل رو میذاره. یا مثلا 2 ایم مقدار در واقع 32، یا مثلا 3 ایم در واقع میشه 48 پیکسل، یا مثلا 5 ایم 80 پیکسل در واقع. به این شکل در واقع مقادیرش رو میگیره. میتونید در واقع از فونت سایز این استفاده رو بکنید. خب داریم با این مقادیر آشنا میشیم. یه دونه دیگه داریم فونت فامیلی. فونت فامیلی خب در واقع فامیلیه این نوشتن مشخص ما. میتونه باشه کومیک، خب من خیلی دوستش دارم در واقع کومیک حالت انگلیسیش رو استفاده بکنید. خوشت نمیاد از یه مقدار دیگه مثلا اریال بک استفاده بکنید، به این شکل میشه بلک استفاده بکنید، یا چه میدونم مایکروسافت سنس استفاده بکنید. میبینی قیافه هاش فرق میکنه، در واقع نمایشش نحوه نمایشش فرق میکنه. چه میدونم ابو طاهر واقعا استفاده نکردم، خیلی خوب شد اومد به این شکل. قرارش این فونت ها فونت هایی که توی کامپیوتر من وجود داره، به خاطر همین داره میاد ساپورت میکنه. اگر شما بخواید در واقع رو سرور استفاده بکنید، اگه نباشه نمیتونید ازش استفاده بکنید. خب میاد دیگه چه میدونم مثلا این بیوردی ها، اینا فونت های فارسی هن که توی کامپیوتر من هستش، لذا ما نمیتونیم بهشون اکتفا بکنیم که بگیم اوکی هستش و ازشون استفاده بکنیم. خب پس فونت فامیلی هستش. من مقدار کومیک رو برای انگلیسی انتقام برای فارسی، میریم تو
تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه آینده میخوایم در واقع سایت فارسی طراحی بکنیم، بهتون میگیم به چه صورت شما باید فونت فارسی در واقع برای سرور برای پروژه خودتون قرار بدید تو سرور، وقتی هم میره بالا در واقع خروجیش اوکی بشه. حالا من امروز یه سایتی هم طراحی میکنم میبرمش بالا روی هاست، میبینیم که چه جوری هستش و خروجیش به چه شکل خواهد بود و یه مقدار سئو کوچولو هم کار میکنم. خب این هم در واقع به صورت فونت فامیلی فقط انگلیسی، این فقط انگلیسی هستش.